بخش از برنامه همراه میشیم با دکتر وحید بهروان که با چند خبر داغ پزشکی از کانزاس به ما میپیونده. وحید جان بهت سلام میکنم، ممنون از اینکه با ما هستی. درود بر تو سارا عزیز و درود بینندگان عزیزم. البته من یه نکته ای رو قبل از آغاز اینکه پژوهش ها رو بخوام در موردش صحبت بکنیم بگم و در مورد همه آخرین پژوهش های پزشکی صرف میکنه و اینکه این آخرین پژوهش ها لزوماً کاربردی نیستن. یعنی شاید ما خیلی موارد رو به عنوان آخرین پژوهش ها ذکر بکنیم، ولی این آخرین پژوهش ها تا زمانی که به صورت دستورالعمل و قانون پزشکی در بیان و حتی اگر در بیان تازه سالها طول میکشه عموماً و لازم به ذکر که وقتی ما در مورد پژوهش ذکر توضیح میدیم لزوماً چیزی کاربردی نیست و نمیشه ازش استفاده کرد. درسته. خب بپردازیم به خبر اول که میگه رنگهایی که توی غذاهای کودکان استفاده میشه ممکنه باعث بیش فعالی اونا بشه، یعنی باعث بشه به مراتب پرجنب و جوشتر و فعالتر بشن، قابل توجه پدر مادراشون. دقیقاً. و خب این بیش فعال شدن و پر جنب و جوش تر شدن به صورت یک اختلال در میاد، نه اینکه فقط بچه خب سر حال تر باشه و خیلی پر جنب و جوش بشه، مخصوصا در این زندگی ساکن که فعلا بچه‌ها دارن در درون آپارتمان ها. ولی این رنگ هایی که داریم ازش صحبت میکنیم رنگ هایی هستن که خیلی خیلی زیاد دارن استفاده میشن در صنایع غذایی و البته وابسته است به سیاست های اون کشور در استفاده از این رنگ ها در صنایع غذاییشون. به فرض شرکت های بین المللی هستن که در آمریکا از این رنگ ها استفاده میکنن، ولی در بریتانیا با اینکه همون محصول رو ارائه میکنه و همون شرکت هست به دلیل سیاست های اون کشور نمیتونن از این رنگ ها استفاده بکنن و از مواد طبیعی استفاده میکنن. رنگ های متعددی رو اگر والدین توجه داشته باشن و البته هر کسی دیگه توجه داشته باشه در صنایع غذایی و در اون ترکیب ماده غذایی میتونن ببینن، رنگ های مختلفی قرمز، از زرد، سبز، آبی و تمام اینها رنگ های مصنوعی هستن، ترکیبات شیمیایی هستن که برای جذاب تر کردن اون غذا اضافه میشن، مخصوصا برای کودکانی که بخوان غذاشون رو جذاب بکنن و هیچ ارزش غذایی ندارن. رنگ هایی که میخوان در مورد صحبت بکنیم برخیشون سال هاست که اثرات مضرشون ثابت شد، حتی خیلی از اونها ثابت شده که میتونن سرطان‌زا باشن، ولی متاسفانه خب بعضی از کشورها که اصلا ممنوعیت ندارن، بعضی از کشورها ممنوعیت دارن و در آمریکا بعضی از این رنگ‌ها ممنوعیت ندارن. البته خب اسمشو من میتونم بگم، قرمز 40، اینها همشون یه شماره هم با خودشون دارن، زرد 5 و 6، اینها ثابت شدن که میتونن سرطان‌زا باشن و حتی اداره نظارت بر مواد غذایی و دارو در آمریکا قرمز 3 رو به طور رسمی سرطان‌زا اعلام کرده، ولی مصرفش هنوز ادامه داره و خب همونطور که گفتم این سیاست گذاری هاست که یک مداری مسئله رو مشکل تر میکنه. از سال 1995 حداقل مصرف این مواد رنگی در آمریکا 5 برابر شده و خب بقیه کشور هم خیلی هاشون دنبال میکنن. این مواد علاوه بر اینکه میتونن سرطان‌زا باشن، همونطور که در خبر گفتیم میتونن باعث بیشفعالی کودکان هم بشن و برخیشون حساسیت‌زا هستن، برخیشون در آزمون‌هایی که در حیوانات انجام دادن مشخص شده که میتونن سرطان‌زا باشن و البته این آزمون‌ها لزوماً در مورد انسان صدق نمی‌کنه. باز من رنگ‌ها رو بگم، قرمز 40، زرد 5 و 6، آبی 1 و آبی 1 و تمام اینها موادی است که میتونن مضر باشن. بهتره که والدین حداقل ترکیب مواد غذایی رو اگر براشون ارائه میشه بخونن و از این مسئله آگاه باشن، هرچند همونطور که گفتم لزوماً باعث ممنوعیتش نمیشه چون سیاست گذاری متفاوت است از یافته هر پزشکی. درسته. خب وحی جان بپردازیم به دومین پژوهش که میگه دانشمندان تغییر خاص رو در صدای کودکان مبتلا به آتیسم یافتن، ممکنه در مورد این پژوهش یکم توضیح بدی؟ این هم خیلی مهمه، برای اینکه آتیزم، بیماری آتیزم که درش صحبت کردیم که در گفتار کودکان باعث تغییر میشه، میانگین سن تشخیصش در آمریکا 5.7 سال هست و این از اون بیماری هایی است که هرچقدر زودتر تشخیص داده بشه کاری که برای کودک میشه کرد بهتر است. این با بیماری البته هنوز علاج نداره، ولی درمان ها کمک میکنه به کودک زندگی طبیعی تری داشته باشه. و خب ما با اینکه میدونستیم که در گفتار کودکان اختلال ایجاد میکنه، ولی راه چندان وجود نداشت که بشه این کودکان رو گفتارشون رو زودتر بررسی کرد. از همون زمانی که کودک زبان باز میکنه، حتی لغتی در واقع نمیگه، ولی همون زبان کودکانه و همون صداهای کودکانه رو آتیزم درش تغییر ایجاد میکنه. الان کاری که کردن
دستگاهی رو ایجاد کردن که میتونه این صداها رو در طول زمانی که کودک زبان باز میکنه بررسی بکنه، در همون لباس کودک قرار میدن و این صداها رو ضبط میکنه و تحلیل کامپیوتری میکنه و مشخص شده که از اون 12 تا پارامتری که برای صدای کودک تعیین کردن، از بین اونها میشه تشخیص داد که کودک در بیان هم کلمات اولیه و حتی صداهای اولیه دچار اختلال هست و از اونها بشه در واقع دستور عمل رو در آورد که بشه کودکان مبتلا به اتیسم رو خیلی سریع‌تر تشخیص بده. نکته جالب اینه که فرقی نمی‌کنه که چه زبانی داشته باشه کودک، به نظر میاد که این کاملا بین‌المللی هست، در تمام زبان‌ها صدق می‌کنه و اگر یافته‌ها تایید بشه و بشه ازش دستور عملی رو پیدا کرد، سن تشخیص بیماری اتیسم در کودکان بسیار بسیار کمتر میشه و البته بعدا میشه اونها ارجاع داد برای تست های بیشتر و خب خیلی کمک میکنه که برای کودک بشه اقدامات درمانی رو برای اقدامات کمکی رو خیلی زودتر شروع کرد، چون عمل کرده بهتری رو در نهایت براشون در پی خواهد داشت. مرسی وحید جان از اینکه با ما بودی و از اینکه ما رو در جریان جزئیات این پژوهش‌های جدید پزشکی قرار دادی.